سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 15 ماه قوس سال 1392 هجری خورشیدی و 6 ماه دسامبر سال 2013 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها بعد درگذشت رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی. خواست کمیته نظامی سنای امریکا برای امضای پیمان با حکومت آینده افغانستان. هشدار اتحادیه اروپا از ادامه فساد اداری در افغانستان. تلاش کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ ورقهای رایدهی. و افغانان سرمایه گذاران بزرگ در منطقه. مشروع خبرها. در گذشته نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی با واکنش های جهانی روبرو شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد و رهبران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، ژاپن، هند، ایران، تاجیکستان، میانمار، اسرائیل، تانزانیا و برزیل در گذشته نلسون ماندلا را به خانواده و ملت آفریقای جنوبی تسلیت می گویند. نلسون ماندلا بامداد امروز با عمر 95 سالگی درگذشت. ناصر عزیزی گزارش می‌دهد. درگذشت نلسون ماندلا نه تنها شهروندان آفریقای جنوبی بل شمار زیاد از کشورهای جهان را اندوهگین ساخته است. به دنبال پخش خبر درگذشت نلسون ماندلا، بیرق شمار از کشورهای جهان به شمول بیرق کاخ سفید و فرانسه نیمه برافراشته شدند و شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستش را پس از یک دقیقه سکوت آغاز کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ابراز تسلیت به خانواده نلسون ماندلا از پیکارهای وی برای برداشتن تبعیض نژادی ستایش می کند. باراک اوباما می گوید که جهان یکی از پرنفوذترین، شجاعترین و خوبترین انسانش را از دست داد. نلسون ماندلا همان آرمانی را که برایش زندگی می کرد واقعی ساخت. او نسبت به هر مرد دیگر در جهان دستاوردهای بیشتر دارد. او امروز با ما نیست و ما یکی از پرنفوذترین، شجاعترین و یک انسان خوب را از دست دادیم. در همین حال نخست وزیر بریتانیا نیز در واکنش بعد در گذشت نلسون ماندلا می گوید که چراغ درخشان در جهان از تابیدن باز ایستاد. نلسون ماندلا نه تنها یک قهرمان زمان ماست، بل یک قهرمان همه زمان هاست. نخستین رئیس جمهوری یک آفریقای جنوبی آزاد، مردی که برای آزادی و عدالت تلاش های زیاد نمود و از این ناحیه درد و رنج زیاد را متحمل شد. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از درگذشت نلسون ماندلا سخت غمگین شده است و می گوید که مبارزات وی به خاطر عدالت و برابری قابل ستایش است. من از درگذشت نلسون ماندلا سخت غمگین شدم. نلسون ماندلا یک غول برای عدالت و فرد الهام بخش برای جهان بوده است. او برای ریشه‌کن ساختن نظام آپارتاید زیاد کار کرد و این کارکردهایش فراموش ناشدنی هستند. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران از نلسون ماندلا به عنوان شخصیت ممتاز یاد می کند و وزیر خارجه ایران در صفحه تویترش نگاشته است که نلسون ماندلا با شجاعت و مهربانیش به بشریت الهام بخشید. نخست وزیر هند می گوید که در گذشت نلسون ماندلا به اندازه آفریقای جنوبی برای هند نیز دردناک است، زیرا او هم فکر راستین گاندی بود. در تانزانیا به خاطر در گذشت نلسون ماندلا 3 روز عزای عمومی اعلام شده است و رئیس جمهوری این کشور می گوید که دنیا یک قهرمان را از دست داد. نلسون ماندلا در 18 ماه جولای سال 1918 میلادی در ایالت کیپ آفریقای جنوبی به دنیا آمد. نلسون ماندلا که جنبش ضد آپارتاید را رهبری می کرد، به خاطر مبارزاتش برای برداشتن تبعیض نژادی 27 سال زندانی شد، اما سرانجام در سال 1990 میلادی در نتیجه تلاش‌های جهانی از زندان رها شد. نلسون ماندلا از سال 1994 میلادی تا سال 1999 میلادی نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود.
نلسون ماندلا در سال 1993 میلادی به خاطر مبارزات صلح‌آمیزش بر ضد رژیم آپارتاید برنده جایزه صلح نوبل شد، اما به علت بیماری شش چندین بار بستری شد و سرانجام بامداد روز جمعه در منزلش در جوهانسبورگ درگذشت. و بیننده های گرامی، همین اکنون تصاویر زنده از مراسم سوگواری در آفریقای جنوبی. شهروندان این کشور در حال گذاشتن گل به هدف ادای احترام و همدردی به خاطر درگذشت آقای ماندلا در نزدیک خانه آقای ماندلا گرد آمدند. از سوی هم گفته میشه که آمادگی ها را برای مراسم تدفین آقای ماندلا حکومت این کشور روی دست خواهد گرفت تا این مراسم در یک استادیوم بزرگ که گنجایش حدود 90,000 نفر را خواهد داشت در پایتخت آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. رئیس جمهور کرزی هم از درگذشت نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی ابراز تأسف میکند. رئیس جمهور کرزی آقای ماندلا را یک مرد عادل و یک انسان بزرگ میداند. در همین حال برخی از آگاهان و باشندگان کابل مرگ نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی را یک ضایعه بزرگ میدانند. طارق مجیدی گزارش میدهد. مرگ نلسون ماندلا نه تنها ملت آفریقای جنوبی را اندوهگین ساخته است، بل در بسیاری از کشورهای جهان مرگ این مرد ضایعه بزرگی پنداشته می شود. اینجا در افغانستان، کشوری که از نگاه موقعیت جغرافیایی فاصله بیش از 8000 کیلومتری با زادگاه این رهبر آفریقای جنوبی دارد، دیدگاه ها درباره او این گونه است. این درس ما از زندگی نلسون ماندلا می تانیم بیاموزیم که باید در برابر هر نوع تبعیض و قومگرایی ایستاد، اما خود دچار تبعیض و قومگرایی نباید شد. ما این درس از زندگی ماندلا میتونیم بگیریم که از رهبران خود باید اخلاق بسیار بلند را انتظار داشته باشیم. ما باید رهبران را باید به دنبال و جستجویش باشیم که اونها به دنبال قدرت محض نیستند، بلکه دارای یک برنامه هستند برای بهبود زندگی انسانها در این سرزمین. باشندگان کابل نیز مانند میلیون ها انسان دیگر در کره خاکی نلسون ماندلا را مرد شجاع میدانند. خشونت پرهیز میکرد، نمیخواست و همیشه توجهش به مردم افریقا میبود که بچه هاتون در درس بونن، تعلیم بگیرن، تعلیم آموزش بینن. ماندلا یک شخصی بود که در مقابل تبعیض مقاومت کرد، ما او را بسیار دوست داریم. و ما در دنیای مجازی خبر مرگ نلسون ماندلا و ستودن کارکردهای این مرد توانسته است نظریات و گفته های بسیاری از کاربران صفحات فیسبوک، تویتر و دیگر رسانه‌های برجسته دنیا را ثبت کنند. در فضای مجازی هم بسیاری از جوانان نظریاتشان را درباره شخصیت نلسون ماندلا شریک ساختند. عبدالله بصیر گفته است نلسون ماندلا مردی از تبار انسانیت و آزادگی است. جاوید انصاری گفته است نلسون ماندلا شخصیت تاثیرگذار قرن است. بسیاری از جوانان دیگر نیز در اینجا گفتند افغانستان باید برای گذار از تعصبات قومی شخصیت نلسون ماندلا را سرمشق قرار دهند. ایالات متحده آمریکا برای امضای پیمان امنیتی باید منتظر رئیس جمهور آینده افغانستان باشد. رئیس کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده آمریکا در نامه به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از وی خواست است که اگر رئیس جمهور کرزی آماده امضای پیمان امنیتی با واشنگتن نیست، این پیمان با رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. با این همه رئیس جمهور کرزی همچنان بر پیشرتهایش برای امضای پیمان امنیتی با واشنگتن تاکید می‌ورزد. فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم گفته است که گفتگوهایش با رئیس جمهور کرزی در این باره به نتیجه پایان یافت. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. تأخیر امضای پیمان امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی واکنش کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده آمریکا را برانگیخته است. رئیس کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده آمریکا نامه به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرستاده است. این سناتور آمریکایی با نگرانی از تأخیر امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواسته است که برای امضای پیمان امنیتی با کابل باید انتظار رئیس جمهور آینده افغانستان باشد.
با وجود حمایت لوی جرگه، متاسفانه رئیس جمهور کرزی خواسته های اضافی خود را با عنوان شرط های تازه برای امضای این پیمان ابراز کرد. خواست مردم عام نیز از رئیس جمهور کرزی این است تا این پیمان را تا پایان سال امضا کند. اما باور نادرست رئیس جمهور کرزی این است که فکر می کند نیازهای ایالات متحده آمریکا بیشتر از افغانستان است. در عوض ما باید به رئیس جمهور کرزی بگوییم که اگر وی آماده امضای این پیمان نیست، ما منتظر رئیس جمهور بعدی خواهیم بود. رئیس جمهور بعدی افغانستان هر کسی که باشد احتمال دارد تا قابل اعتمادتر از رئیس جمهور کرزی باشد و می تواند با اعتماد به نفس بیشتری پیمان امنیتی را امضا کند. از سوی هم گفتگوهای نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور کرزی بی نتیجه پایان یافته است. جیمز دابینز فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که گفتگوهای صلح، امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن و انتخابات محور گفتگوهای وی با رئیس جمهور کرزی بودند، اما وی تاکید می‌ورزد که درباره امضای پیمان امنیتی هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. من به گفته های رئیس جمهور حامد کرزی گوش کردم و او به گفته های من گوش کرد، اما ما به نتیجه ای نرسیدیم. هر دو جانب موضع خود را که طی چند هفته گذشته بیان شده است تکرار کردیم. من گفتم که چرا برای ما مهم است تا این سند در آینده نزدیک امضا شود. نزدیک به 40 کشور عضو ائتلاف جهانی که به نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کنند و حتی شمار بیشتر از کشورها متحد به کمک‌های اقتصادی به افغانستان می‌باشند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که هر قدر امضای پیمان امنیتی به تعویق بیفتد، به همان اندازه متحدان افغانستان حمایت از مأموریت نیروهای جهانی را پس از سال 2014 میلادی از دست خواهند داد. اما حکومت افغانستان امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را وابسته به عملی شدن پیش‌شرط‌های رئیس جمهور کرزی از سوی ایالات متحده آمریکا می‌داند. ادامه خبرها. حکومت افغانستان اگر با فساد اداری مبارزه جدی نکند، کمک ها به افغانستان قطع خواهد شد. اتحادیه اروپا هشدار می دهد که اگر افراد آلوده به فساد به ویژه مقام های بلند پایه از سوی حکومت افغانستان شناسایی نشوند و به کیفر نرسند، کشورهای کمک کننده از ادامه کمک به افغانستان خودداری خواهند کرد. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان می‌خواهد که بیش از این در مبارزه با فساد اداری تحمل پذیری را کنار بگذارد و از تمامی گزینه‌ها برای مبارزه با این پدیده کار بگیرد. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که بیشترین فساد از سوی نهادهای خارجی در افغانستان صورت گرفته است. کریم امینی گزارش می‌دهد. کارنامه افغانستان دو سال است که لقب فاسدترین کشور جهان را در خودش دارد، سال پار و امسال. گزارش تازه سازمان شفافیت جهانی اخیراً افغانستان را فاسدترین کشور جهان دانسته است. این اما برای کشورهای کمک کننده افغانستان پذیرفتنی نیست، زیرا این کشورها باور دارند که پولهای مالیه دهندگانشان به کیسه حلقه های سودجو می ریزد و این کمک ها هیچ اثری را بر زندگی مردم افغانستان نگذاشتند. در این میان اتحادیه اروپا از میزان بزرگ فساد اداری در افغانستان سخت نگران است. این اتحادیه برای از میان برداشتن پدیده فساد از حکومت افغانستان خواهان تصویب بدرنگ قانون مبارزه با فساد اداری، برگرداندن پولهای دزدی شده کابل بانک و ثبت دارایی های مقام های بلندپایه دولتی است. دولت های کمک کننده در صورت عدم اعتماد برای مصرف درست کمک ها خواهان ادامه کمک ها به ویژه کمک های بزرگ به این کشور نخواهند بود. اما پرسش عمده این است که وضعیت چرا تغییر نمی کند؟ ما می دانیم که فساد یک مشکل بزرگ در این کشور است. ما همیشه از حکومت خواسته ایم تا با فساد مبارزه کند و راه های مؤثر برای پیگیری افراد آلوده به فساد را پیش گیرد و آنان را مجازات کند. اما چیزی را که ما شاهدان هستیم عدم مجازات افراد آلوده به فساد است. این علت کاهش نیافتن فساد است. اگر افراد آلوده به فساد مجازات نشوند، فساد ادامه خواهد داشت.
همزمان با پخش گزارش تازه سازمان شفافیت جهانی، اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری این گزارش را رد کرد و برعکس گزارش سازمان شفافیت از کاهش فساد سخن گفت. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز گزارش سازمان شفافیت را پر از نقایص می داند. اونا فسادی که در داخل ارگانهای دولت است و فسادی که در جامعه جهانی در افغانستان وجود داره و فسادی که در سکتور خصوصی وجود داره، اینا را همه یک جای کرده باز تحت عنوان فساد در افغانستان ابلاغ میکنن. این بهتر است که اینا هرچی راپورای خود را موثق‌تر جلوه بتن و بگوین که مثلا فساد در داخل ارگانهای دولت از چه قرار است، فساد در جامعه جهانی در افغانستان به چه ترتیب است، فساد در سکتور خصوصی. در اون صورت باز ما میگیم که قضاوت از اونها درست است یا نیست. افغانستان برای توسعه به کمک‌های زیادی نیاز دارد، اما وجود فساد اداری در این کشور و شناخته شدنش به حیث فاسدترین کشور جهان کمک‌های خارجی را به این کشور با خطر روبرو ساخته است. کمیسیون مستقل انتخابات از تلاش‌ها برای چاپ ورق‌های رای‌دهی انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن می‌زند. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شمار نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری زیاد است و از اینکه رای‌دهندگان در هنگام رای‌دهی با چالش روبرو نشوند، این نهاد می‌کوشد تا این اوراق را با کیفیت بسیار خوب و چاپ برساند. از سوی هم با باور رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است بررسی‌های نهایی نهادهای امنیتی درباره تأمین امنیت نزدیک به 7000 مرکز رای‌دهی به پایان برسد و نتیجه این بررسی‌ها در 15 ماه جدی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده خواهد شد. صالح سادات گزارش می‌دهد. چاپ اوراق رای‌دهی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از مهمترین کارهای کمیسیون مستقل انتخابات گفته می شود. از همین رو این کمیسیون از همه اکنون چاپ این اوراق را آغاز کرده است. منگا مواد لپاره ترتیبات نیسو د اوراق خود چاپ لپاره و همدارنگا هغه لوازم متچی ضرورت ده هغه خریداری ته او همدارنگا بسته‌بندی که او د کارمندان استخدام ده د کارمندان روزانه ده. تامین امنیت برگزاری انتخابات از اصل‌هایی است که همواره از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بر آن تاکید شده است. اکنون رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که قرار است بررسی‌های نهایی نهادهای امنیتی درباره تأمین امنیت فهرست نزدیک به 7000 مرکز رای‌دهی به پایان برسد و این فهرست در 15 ماه جدی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده خواهد شد. امنیتی ارگانونو سره هم تر 15 ده جدی پوری هغوی وعده کرده چه در تاکون خپلواک کمیسیون سره به نهایی لشریکی دغه ترتیبات دی او همدارنگا د ناظرین و بحث د کاندید صاحبانو سره د تاکون خپلواک کمیسیون غواړي چې ښه هماهنګي ولري، مدني ټولنو سره فیرن هم بحث لري. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز 16 ماه حمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار شود. اما ناامنی ها، مداخله زورمندان و کارگیری از کارت های تقلبی از چالش های مهم هستند که گفته می شود شاید شفافیت انتخابات را زیر پرسش ببرند. با این همچند خبر اقتصادی، افغانان از جمله سرمایه گذاران بزرگ در منطقه هستند. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند دارایی‌های سرمایه گذاران افغان در داخل و خارج از کشور بیش از 150 میلیارد دلار تخمین می شود. اما به گفته آنان بیشترین این سرمایه ها در بیرون از کشور سرمایه گذاری شدند. این آگاهان میگویند نبود بستر مناسب برای سرمایه گذاری و مسئول نبودن سرمایه ها در کشور سبب شدند که شمار زیاد سرمایه گذاران افغان در کشورهای عربی و آسیای میانه سرمایه گذاری کنند. زبیح‌الله جهانمل گزارش می دهد. هرچند در 11 سال گذشته شمار سرمایه گذاران داخلی در بخش های مختلف در کشور سرمایه گذاری کردند، اما با گفته آگاهان اقتصاد سرمایه گذاری های داخلی افغانان نسبت به سرمایه گذاری های خارجی بسیار اندک هستند. آنان میگویند در 11 سال گذشته حکومت قادر به ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری ها در کشور نشده است. با روسیه و په منځنۍ آسیا که افغانان ډیر لوی اقتصادی قدرت دي، یعنی پس له روسان او پس له عربان او پس له ترکان
په منځنۍ آسیا او په او په روسیا کې په یوروشیا کې افغانان ډېر غښتلي سوداګران دي او صنعتکاران دي. اوس موږ دننه په افغانستان کې د سګرټ کارخانې نه لرو، ولې په روسیا کې لرو؟ سهولت های سرمایه گذاری، وجود زمین، برق و آب، وجود قوانین لازم در این بخش، امنیت و نبود فساد اداری از موارد مهم برای جذب سرمایه گذاری ها در کشورها است. اما به گفته آگاهان اقتصاد، در 11 سال گذشته، حکومت قادر به ایجاد این سهولت ها نشده است و زمین رو با وجود فرصت های فراوان سرمایه گذاری در کشور، شمار زیادی از سرمایه گذاران داخلی علاقمند به سرمایه گذاری ها در خارج از کشور هستند. سرمایه دار داریم، ما سرمایه هم داریم، ولی سرمایه هیچ خصوصیت خاصی نداره. سرمایه پشت منفعت خود میگرده همیشه. اگر سرمایه دار بره نره، سرمایه پای پیدا میکنه، میاد به منفعت خود میخره. در جایی که پایه مفاد بلندتر باشه و پایه رزق کمتر باشه، سرمایه همونجا میره. خدا کنه در پاکستان باشه، خدا کنه در ایران باشه، خدا کنه در افغانستان باشه یا در آمریکا باشه. در حال حاضر کشورهای آسیای میانه، روسیه، اوکراین، پاکستان، ایران، چین، شمار از کشورهای اروپایی و نیز شمار از کشورهای عربی بیشترین سرمایه های افغانان را جذب کردند. و یک شرکت بین المللی ترکی علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز شمال کشور شده است. مسئولان این شرکت که برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی به ولایت بلخ رفتند، بگویند علاقمند هستند تا در ولایت های شمال کشور سرمایه گذاری کنند. چند ماه پیش قرارداد استخراج دو بلاک حوزه نفتی افغان تاجک با سه شرکت معتبر داخلی و خارجی در ولایت بلخ امضا شد. اکنون مسئولان یک شرکت بین المللی ترکی که به دعوت یک شرکت داخلی به این ولایت آمدند، میگویند برای استخراج نفت و گاز و معادن دیگر در شمال کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. ما نه تنها برای استخراج نفت و گاز سرمایه گذاری می کنیم، بل تلاش می ورزیم که در بخش های دیگر نیز سرمایه گذاری کنیم. اینا متعهد به این هستند که در اینجا کار کنند، ولی مبلغ سرمایه گذاری را یک چیز طبیعی است. بعد از اینکه در دست از اینا آمد و پیدا کردن که چقدر نفت در اینجا موجود است، بعد از اون تثبیت میشه، یک چیز تکنیکی است. در شمال کشور دو حوزه نفتی آمود دریا و میدان نفتی افغان تاجک وجود دارند و گفته می شود که با آغاز استخراج از این حوزه ها گذشته از ایجاد زمینه های کار برای مردم، با بیرون کردن نفت از این منابع افغانستان از وابستگی به نفت وارداتی رهایی خواهند یافت. و بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم میرسعید صدیقی تقدیمتان می کند. تشکرم کردیست. باز هم خوش آمدید. تیم فوتبال افغان کلب فاتح رقابت‌های لیگ فوتبال دختران شهر کابل شد. استقلال دوم شد و تیم الف سنگر هم در جایگاه سوم ایستاد. مدینه عزیزی از تیم افغان کلب با زدن 15 گل لقب بانوی گل این رقابت‌ها را به دست آورد. در این حال نیلاب از جوانان چاردهی به حیث بهترین بازیکن معرفی شد. در پایان این رقابت‌ها 50 چهره برتر برای شرکت در تیم‌های منتخب فوتبال جوانان و نوجوانان دختران شهر کابل برگزیده شدند. این نخستین بار است که رقابت‌های لیگ فوتبال دختران در کابل برگزار شده است. پس از یک ماه رقابت میان 16 تیم حاضر در این رقابت‌ها، تیم‌های افغان کلب و استقلال راهی دیدار پایانی شدند. در دیدار پایانی این رقابت‌ها افغان کلب 5-0 استقلال را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. در این دیدار مدینه عزیزی بانوی گل این رقابت‌ها خوش درخشید و دو گل از 5 گل تیمش را به ثمر رساند. این مسابقاتی که دایر میکنه به خاطر آمادگی‌های هست که مسابقات بیرون مرزی در پیش داریم. مسابقات که برگزار میشه بسیار خوب است به خاطر دخترها بتانن بیان در فوتبال کنن. خانواده حال چشمشون باز شده و دخترای خود میتونن بنان در این میدان سبز شرکت کنن. در پایان این رقابت ها 8 تیم برتر برای ایجاد لیگ برتر فوتبال دختران شهر کابل برگزیده شدند و قرار است در آینده نزدیک رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران شهر کابل نیز برگزار شوند. رقابت‌های بوسکشی در ولایت پنجشیر برگزار شدند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها آماده ساختن چاپاندازان ولایت پنجشیر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی بوسکشی افغانستان گفته شده است. در این رقابت‌ها بیشتر از 200 چاپانداز از ولسوالی‌های پریان، سفیدشیر، دشت دوت، خنج، دره، بازارک و یک تیم از ولایت کابل شرکت کرده بودند. این رقابت‌ها در میدان بوسکشی ولسوالی بازارک برگزار شده بودند. و اینکه مراسم قرعه‌کشی جام جهانی برزیل امشب ساعت 8:30 دقیقه به وقت افغانستان در برزیل برگزار می‌شوند.
و 32 تیم رایافته به جام جهانی عارفان خود را خواهند شناخت. افرادی که در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی برزیل نقش دارند از 8 کشوری هستند که در جام جهانی فوتبال به قهرمانی رسیدند. اما پله که پیش بینی میشد یکی از چهره‌های اصلی این مراسم باشد اعلام کرده است که در این قرعه‌کشی نقش نخواهد داشت. ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ایران کشورهایی هستند که از قاره آسیا جواز حضور به جام جهانی برزیل را به دست آوردند. و اکنون چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل نیم آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. مزار شریف بارانی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. و شهر هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. برنامه های دیگر طلوع نیوز و طلوع را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.